سلام، خوش اومدین به این آموزش. اینجا چنل تاتس کلاب هست و منم حمید احمدی هستم. توی این آموزش میخواییم یه نمایش لوگو و اینترو توی سبک و تم پاییزی ایجاد کنیم که امیدوارم خوشتون بیاد. برای شروع من کامپوزیشنم رو ایجاد میکنم به این ترتیب و حالا تکسچری رو که از قبل آماده کردم رو وارد فضای این کامپن میکنم. خب من این رو میچرخونم، با کلید R روتیشن رو فعال میکنم و این رو میچرخونم. خب سایز این تکسچر هم کمی کوچیک هست، میتونم با استفاده از اسکیل این رو بزرگتر کنم ولی خب کیفیت از دست میدم. میتونم با استفاده از افکت CC Riptile رو به این اعمال کنم و اطراف این رو با استفاده از نمونه برداری از خود این تکسچر اضافه کنم. خب مودهای مختلفی داره، من این مود رو روی آنفولد میذارم. به این ترتیب تکسچرم رو گسترش دادم. خب کمی لبه های این تکسچرم مشکل داره، میخوام این قسمت ها رو در واقع حذف کنم. من با استفاده از ماسک میتونم این کار رو انجام بدم ولی مشکلی که برام ایجاد میشه یه خط باریک روی این ماسکم ایجاد میشه. خب من این رو برای رفع این مشکل من این عکسم رو پریکامپ میکنم به این ترتیب. خب حالا وارد این کامپ میشم و از سایز این کامپوزیشن رو کوچیک میکنم که لبه های این تکسچرم رو حذف کنم. به این ترتیب کمی کاهش میدم، برمیگردم، ببینید به این صورت تونستم یکم لبه ها رو تصحیح کنم، که البته خیلی از تکسچرها امکان داره این مشکل براتون پیش نیاد. خب در ادامه من میخوام لوگوی خودم رو وارد کنم. به این ترتیب اون رو وارد کامپوزیشنم میکنم، اسکیل رو کوچیک میکنم و این رو پریکامپ میکنم. به این ترتیب و مود این رو میتونم روی اورلی بذارم و این رو دوپلیکیت میکنم، لایه بالایی رو روی نورمال و اوپاسیتی رو کم میکنم. میخوام تلفیق از مود اورلی و نورمال توی این لوگو ایجاد کنم که با بک‌گراندم تلفیق بشه. به این ترتیب بریم سراغ حرکت دوربین. من راست کلیک میکنم، نیو کامرای دوربین با لنز 35 میلیمتر انتخاب میکنم، اوکی به این ترتیب و یک نال آبجکت میخوام باهاش دوربینم رو کنترل کنم ایجاد میکنم. این رو هم 3D میکنم و دوربینم رو به این نال آبجکت وصل میکنم. خب احتیاج دارم که این سه تا لایه‌ام رو هم 3D کنم. خب لوگوم پرید، احتمالا رفته زیر لایه تکسچرم. پوزیشن رو برای تکسچر میارم و توی محور زد کمی اون رو به عقب میارم، مثلا مثبت 4. خب حالا من میخوام انیمیتم رو توی فواصل مختلف به چند بخش تقسیم کنم. برای مثال یه حرکت 2 ثانیه‌ای دوربین و نال رو انتخاب میکنم، با کلیدهای کنترل شیفت و دی اسپلیت میکنم، در واقع گزینه اسپلیت لیر
که هم لایه‌ام رو میچینه و هم دوپلیکیت میکنه. به این ترتیب یه برش میزنم، یکی رو میخوام بلندتر باشه حرکت، یه برش دیگه، به همین ترتیب اینجا هم یه برش میزنم. خب روی اولی حرکتم رو ایجاد میکنم، روتیشن رو میزنم، فعال میکنم، یه تست میکنم ببینم حرکتم به چه سمتی هست. اوکی، به این ترتیب این دوتا رو کلید میدم، میام جلوتر، و این یکی رو تغییر میدم. دید یه حرکت ساده ایجاد کردم روی روتیشن. حالا میرم سراغ پوزیشن نال آبجکتم. پوزیشن رو هم حرکت میدم، میارم جلوتر، در واقع حرکتم از اینجا شروع میشه و تغییر دیگه هم میدم. توی فریم انتهاییم حرکت من به این شکل شد، در واقع اولین حرکتم. میرم سراغ لایه های بعدی، پوزیشن و روتیشن رو فعال میکنم، کلید میدم، میرم جلوتر، خب این دوتا کلیدم رو میخوام جابجا کنم، انتخاب میکنم، راست کلیک، من اینو بزرگتر کنم، راست کلیک، کی فریم اسیستنت، تایم ریورس رو میزنم، حرکت رو به عقب، به همراه روتیشن زد. خب به همین منوال میتونیم برای بخش های دیگه دوربینمون انیمیت ایجاد کنیم. در واقع این حرکت به این صورت روی دوربین های مختلف سویچ میشه و نماهای مختلف رو برامون به نمایش میذاره که میتونید با سلیقه خودتون حرکت های خیلی خوبی رو در بیارید. خب برای بهتر شدن جلوه کارم من میتونم دوربینم رو انتخاب کنم، باز میکنم، از قسمت کامرا آپشنز دپت آپ فیلد رو فعال میکنم که الان فعال هست و اپرچر رو زیاد میکنم و با تنظیم فوکوس دیستنس میتونم نقطه فوکوسم رو مشخص کنم. خب یه مشکلی وجود داره، اینها هم که تیدی هستند. خب میرم کامپوزیشن سیتینگ، از قسمت 3D رندرر میبینیم که مود رندرم روی سینما 4D هست، این رو باید روی کلاسیک تنظیم کنم. این هم از این، دوباره میرم و فوکوس دیستنس رو تنظیم میکنم به این ترتیب. من میتونم همچنین فوکوس دیستنس رو کلید هم بدم و نقاط اون رو در حرکت های مختلف تنظیم کنم به این ترتیب.
برای تک تک دوربین ها این حرکت رو در واقع این حالت رو فعال میکنم و متناسب با اون صحنه دپت آف فیلد مناسب رو بهش اعمال میکنم. خب بریم سراغ انیمیشن برگ‌هام. من از قبل یک سری تکسچر و عکس برگ پاییزی گرفتم که این رو وارد افتر افکس میکنم، وارد کامپوزیشنم به این ترتیب. همونطور که بینید عکس ها پی ان جی هستن، میتونید تک تک رو به صورت جدا جدا بگیرید. من یه عکس کامل پیدا کردم و این رو دانلود کردم. این رو پری کامپ میکنم به این ترتیب. خب حالا نیاز دارم که لایه های اینها رو از هم جدا کنم. دونه دونه باید اینها رو من ماسک کنم به این ترتیب. دوپلیکیت میکنم، ماسک رو پاش میکنم و مورد بعدی. خب من برگ‌هایی که نیاز داشتم رو جدا کردم. حالا نیاز دارم که همه این برگ‌ها رو بیارم مرکز این کامپوزیشنم به این ترتیب و ترجیحاً سایز کامپوزیشنم رو هم کوچیک‌تر می‌کنم. به این ترتیب و حالا به یک فریم از هر کدوم از این برگ ها نیاز دارم. یعنی من زوم می کنم یک فریم، همه اینها رو با کلید آلت براکت بسته به این شکل می بندم و اینها رو پشت سر هم می چینم. در واقع این کامپی هست که پلاگین پارتیکولار نیاز داره و من این رو آماده میکنم برای استفاده اون پلاگین. خب راست کلیک میکنم، تریم کامپ تو ورک آریا رو میزنم به این ترتیب، برمیگردم. خب بریم سراغ پلاگین پارتیکولار. من راست کلیک میکنم، یه سالید ایجاد میکنم و افکس دراپ کد پارتیکولار رو میندازم روی این سالید. پارتیکولار هم خودش رو به این شکل نشون میده. میخوام این برگ ها رو ست کنم روی این ذرات این پارتیکولار. این کامپ برگ هام رو خاموش میکنم، این سالید رو انتخاب میکنم، از قسمت پارتیکل نوع پارتیکل ها رو نمیخوام اسپیر باشه، دایره، این رو میذارم روی اسپیرایت. قسمت اسپیرایت کنترلز فعال میشه برام. از این قسمت میتونم لایه برگ هام که این کامپ هست رو انتخاب میکنم. اوکی، تبدیل میشه به این برگ ها. سایز رو افزایش میدم که اینها رو ببینم درسته. فقط برگ ها دارن تغییر میکنن. مود این رو در واقع تایم سامپلینگ رو باید روی اسپلیت کلیپ استریچ بذارم به این ترتیب. این تا اینجا یک کار. نوع پارتیکلمون رو مشخص کردیم. حالا امیتر یا نوع انتشارمون رو باید بریم تغییر بدیم. تعدادش رو میتونم کمتر کنم، 10 تا. درسته. حالا نقطه انتشار رو من میارم بالاتر و دایرکشن، مسیرش رو هم روی دایرکشن میذارم که بتونم مسیر رو حرکت بدم. اجازه بدید ولاسیتی رو هم زیادتر کنم. ولاسیتی شدت اون حرکت عملیش هست. من نقطه انتشار رو بالاتر میبرم
و همینطور از قسمت پارتیکل زمان ماندگاری این پارتیکل هام رو زیاد میکنم، 3 ثانیه است این زمان رو زیاد میکنم به این شکل و ایکس روتیشن رو هم میچرخونم به سمت پایین، مسیرم رو هم دارم تعیین میکنم به این سمت. اگه دقت کنید دو تا از برگ هام داره خودش رو نشون میده توی این اسپرایت کنترل که این قسمت رو تنظیم کردیم. نامبر آف کلیپ رو باید تعداد در واقع اون لایه هایی هست که توی این کامپ برگ هامو مشخص کردیم بزنیم. من 7 تا لایه دارم و این عدد رو روی نامبر آف کلیپس رو روی 7 میذارم به این شکل. برگ های دیگه هم خودشون نشون میدن و امیتر تایپ رو هم میتونم روی باکس بذارم که از 1 نقطه منتشر نشه، از جهات مختلف این خودش رو نشون بده که از این قسمت بتونم و مختصات رو زیاد کنم به این شکل. و باز هم میتونم این نقطه انتشار رو جا به جا کنم و مختصاتی که داره خودش رو از اون مختصات خودش رو منتشر میکنه رو هم میتونم به صورت تفکیک شده مشخص کنم به این شکل. سایز رو احساس میکنم باید بزرگتر کنم، همطور سایز رندوم میتونم بدم. و من با شروع کارم میخوام این برگ ها توی صحنه باشن، برای این کار لایه‌ام رو میبرم عقب به این شکل و همچنین توی صحنه های مختلف میتونم این رو با کلید های کنترل شیفت دی بچینم به این شکل و با سویت شدن دوربینم این تنظیمات این پارتیکل هم رو هم میتونم تغییر بدم که متناسب با اون دوربین، اون فوکوس یا تنظیمات دیگه اون باشه به این شکل. و حالا شما با گذاشتن وقت و تمرکز بیشتر میتونید حرکت‌های خیلی بهتری در بیارید. خب در ادامه کار برای نهایی کردن کارمون من میخوام یه انیمیت جداگونه روی لوگوم انجام بدم. وارد کامپ لوگو میشم و یک فیلم آماده یه حرکت جوهر رو از قبل در نظر گرفتم، این رو وارد این کامپوزیشن هم میکنم و اسکیل این رو زیاد میکنم به این ترتیب. فیلم من به این شکل هست، لوگوی خودم رو زیر این فیلم قرار میدم و از قسمت ترکمت گزینه لومامت رو انتخاب میکنم به این ترتیب لوگوی من به همراه اون حرکت جوهر ظاهر میشه. برای زودتر ظاهر شدن لوگوم میتونم این فیلم رو بگیرم و کمی به عقب بیارم که زودتر حرکت ایجاد بشه. خب برمیگردم به کامپ اصلیم ببینیم چی شد. همونطور که میبینید حرکت خیلی خوبی رو تونستیم روی لوگومون ایجاد کنیم به این ترتیب. و در ادامه من یک اجاستمنت ایجاد میکنم و با استفاده از افکت کرز کمی کنتراست و تصحیح رنگ انجام میدم به این ترتیب و همچنین از افکت تینت هم میتونم استفاده کنم، مقدار امانت رو کم میکنم به این شکل و به علاوه افکت گلو رادیوس را زیاد میکنم و اینتنسیتی رو
کم. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. ما رو تو یوتیوب سابسکرایب کنید که در جریان آموزش‌های بعدی قرار بگیرید و براتون آرزوی موفقیت و پیشرفت دارم.